دوستان عزیز، درود به شما باشه. امیدوارم خوب باشید. خوش اومدید به ویدیو بعدی با من سعید و کتاب اونیزیشن تقای صفحه 170 هستیم. در این ویدیو میخوایم بریم سراغ بوسگلد یا بوسگلد. اگر از این ویدیو خوشتون میاد تا آخر بمونید با من و اینکه سابسکرایب بشید. اگه سابسکرایب نشدید زنگوله رو به فشار بیارید که به موقع به دستتون برسه. خب بعد از اینکه دیدیم که خلاف قانون رفتار کردن، حالا بریم جریمه‌اش رو بدیم. راجع به بوسگلد یا اشتراف گلد صحبت خواهیم کرد. Autofahrer, die während der Fahrt mit dem Handy telefonieren, müssen ein Bußgeld von 60 Euro bezahlen. رانندگان ماشینی که موقع رانندگی با تلفن موبایلشون گوشیشون صحبت میکنن، باید یه جریمه به مبلغ 60 یورو پرداخت بکنند. خب جملات ما چی میتونه باشه؟ بوسگلد که گفتیم جریمه هست، تو یکی از ویدیوهای قبلی هم گفته بودم، ولی حالا اینجا میریم دقیق‌تر ببینیم چی هستش، از کجا میادش. و ام شتویر بایم تلفنی میدم هندی اروشت ورد، یعنی کسی که موچش گرفته بشه. اروشت وردن او دیگه مندن اروشن، یعنی که سر به زنگ و موچ گرفتن. یه مندن اینفلاگرانتی اروشن، یعنی سر بزنگاه یکی رو گرفتن. اینفلاگرانتی است دیویس اینفلاگرانتی اروشت واردن، سر ارتکاب جرم. اوکی ازو ون یمند امشتویر اروشت ورد موس اموس میت اینم بوسگلد این هوه فون 60 اورو رشنن. و چیکار باید بکنه؟ همون در واقع اون جمله بالای ما هستش، از بتسالن اموس میت این هوه فون 60 اورو رشنن. ما به این فرم میتونیم تغییرش بدیم. Diejenigen, die mit dem Handy am Steuer beim laufenden Motor erwischt werden, müssen ein Bußgeld von 60 Euro bezahlen. خب حالا اینجا گفته beim Telefonieren, wir sagen beim laufenden Motor. Kann auch sein, das ist, sagt das Gesetz. Also وقتی که موتور ماشین روشن باشه و شما پشت فرمون باشید و باید جریمه بدین، این موتورتون رو خاموش بکنید جریمه نمیدین. حالا چه میدونم سر چهار راه آدم میتونه موتورش رو خاموش کنه جریمه نده، ولی خب به خاطر راوندون باید جریمه بده. اوکی دیگه چی میتونیم بگیم؟ werden sie wegen eines Handys am Steuer belangt. خب ما به جای حالا erwischen میگیم belangt werden. Autofahrer wird während der Fahrt mit einem Handy telefonieren müssen. اوکی اینجا از کلمه belangt استفاده نکرده، میریم ببینیم معنیش چی هستش. belangt میبینیم به زودی. Also nochmal, werden Sie schon mal wegen eines Handys am Steuer belangt, stehen Sie in der Beweispflicht. موقعی که شما رو به خاطر یک دونه استفاده از هندی ازتون شکایت میشه، به دادگاه میبرند، یا اینکه بله شکایت ازتون میشه، stehen Sie in der Beweispflicht. شما چی هست؟ شما مجبور هستید که ثابت بکنید، یعنی حالت دفاعی پیدا میکنید. شما باید ثابت بکنید، اونها نباید ثابت بکنند. Sie stehen in Beweispflicht. اجبار این که ثابت بکنید با شما هستش. Das bedeutet, به این معنی هستش، Sie müssen nachweisen, dass Sie das Handy während der Fahrt weder in der Hand noch am Ohr hatten. اینجا هستش که شما باید ثابت بکنید که این موبایلتون رو نه دستتون بوده نه در گوشتون بوده موقعی که داشتید رانندگی میکردید. belangen یا belangt werden، also jemanden für etwas belangen bedeutet jemanden zur Rechenschaft ziehen, jemanden zur Verantwortung ziehen oder jemanden verklagen. Man kann auch sagen jemanden vor Gericht stellen oder jemanden vor Gericht ziehen, یه نفر به دادگاه کشیدن، oder jemanden vor Gericht zerren. zerren یعنی دیگه اون یارو پاش رو زمین میذاره و نمیاد. اصلا ziehen هستش دستش رو بگیرید ببرید، zerren هستش یعنی به زور دیگه ببرید، اونم
پاش رو زمین بذاره خشخش میگن رو خاک بکشید ببریدش، اون میشه چرن میشه. خب پس من کن یه من فونگریشتلن قرار بده جلو دادگاه، میتونه به دادگاه بکشه، یعنی که به زور خرش بشه از ببره دادگاه. ارویشن گفتیم یعنی گیر افتادن، یعنی تو فسن بکمن، یعنی ارفست وردن فون یه مندم از فون پولیس فون ده پولیس های ارفست وردن بای ده تات ارفست وردن. بوسه، بوسه به معنی زونه او در روی هستش که از دین میادش. زون همه اینا احسار ندامت کردن و احساس گناه کردن هستش. شراف فی این کلاین رکت فلت سونگ یوریستش است از این شراف فی این کلاین رکت فلت سونگ دسیز بوس گلد. شراف گلد است هر از اگه بهتون بگن شراف گلد باید بدین، یعنی کارتون خلافتون ناجور در بوده. بوایز فلیکت هم که گفتیم میشه بوایز لست، در واقع بار اثبات کردن به دوش اون کسی هستش که به وایز فلیک داره. اوکی دوستان، این ویدیو هم یه ذره مسئله حقوقی داشتیم. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید و موفق باشید.